با اوجگیری قیام مردم عراق، تصاویر حاکمان ایران توسط مردم به آتش کشیده میشد و مورد خشم و نفرت بود. در رأس این تصاویر عکس خامنه ای و بعد از اون پاسدار قاسم سلیمانی بود. به نظر شما چرا باید در اعتراضات مردم یک کشور عربی که خواهان رفاه و آزادی خودشون هستند، باید عکس چنین اشخاصی به آتش کشیده بشه و با شعارهای مثل ایران اخراج اخراج داده بشه؟ کارنامه پاسدار قاسم سلیمانی به این سوالات جواب میده. توجه، سپاه قدس برای عملیات‌های برون‌مرزی و تروریستی تشکیل شده. قاسم سلیمانی، سرتروریست نظام. سابقه، عضویت افتخاری در سپاه پاسداران در سال 1359. سرکردگی پادگان قدس سپاه در کرمان. فرماندهی یکی از تیپ‌های لشکر 41 ضد سار الله در زمان جنگ ضد میهنی. سرکردگی نیروی قدس از سال 1376. دریافت درجه سرلشکری در 4 بهمن 1389. مشاور خامنه ای در برخی کشورها از جمله افغانستان و عراق. نقش در سرکوب و فساد. به کشتن دادن جوانان کرمانی در جنگ ایران و عراق تحت نام تیپ سارالله. شرکت در سرکوب مردم کردستان. کشتار مجاهدین در عملیات فروغ جاویدان. سرکوب خیزش‌های مناطق نزدیک مرزهای شرقی کشور در سال 67. دست داشتن در قاچاق مواد مخدر. نوشتن نامه به خاتمی بعد از 18 تیر 1378 و تأکید بر سرکوب معترضان. فعالیت‌های تروریستی، جذب نیرو و صدور بنیادگرایی. نقش داشتن در طرح ترور سفیر عربستان. نقش در افغانستان و به آشوب کشاندن این کشور. دخالت در یمن و سرکوب مردم این کشور. همکاری با نیروهای امنیتی سوریه و سرکوب مخالفان بشار اسد. نقش داشتن در دادن قدرت نظامی به حزب الله لبنان. نقش در حمله به تأسیسات نفتی عربستان آرامکو. نقش در سرکوب اعتراضات مردم لبنان. دخالت در امور عراق و قتل و کشتار خونین مردم و جوانان این کشور. تحریم‌های بین‌المللی. قطعنامه سازمان ملل در اسفند 85 قاسم سلیمانی را در یک لیست مراقبتی از مقامات ایرانی که با برنامه هسته‌ای کشور مرتبط هستند قرار داد. وزارت خزانه‌داری آمریکا در مهر 86 از نیروی قدس به عنوان حامی طالبان، حزب الله، حماس و سایر سازمان‌های تروریستی نام برد. تحریم توسط وزارت خزانه‌داری آمریکا به علت شرکت در سرکوب معترضان سوریه در 28 اردیبهشت. روزنامه رسمی اتحادیه اروپا در 3 تیر 1390 گزارش کرد که کشورهای عضو اتحادیه قاسم سلیمانی را به خاطر سرکوب خشونت‌آمیز معترضان سوری توسط حکومت سوریه و سپاه قدس تحریم کرد. اعتراف به دخالت در کشورهای منطقه. من قاسم سلیمانی سیاست ایران را در قبال عراق، لبنان، غزه و افغانستان کنترل می‌کنم. سفیر ایران در بغداد یک عضو نیروی قدس است و همچنین شخصی که قرار است جایگزین او شود عضو همین نیروست. ما به تبلیغات دشمن توجه نداریم، چرا که سوریه خط مقاومت است و ما تا آخر از سوریه حمایت می‌کنیم. ما در سوریه از اسلام و جمهوری اسلامی دفاع می‌کنیم. ایران در جنوب لبنان و عراق نیز حضور دارد. در واقع این مناطق به نوعی تحت تأثیر عملکرد و تفکر جمهوری اسلامی هستند. قاسم سلیمانی منفورترین چهره در بین مردم خاورمیانه.